اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. یک پنجرم به روی ایران بسته، یک پنجره از غربت دوران خسته، شب در سفر خواب به سوی وطنم، سر می کشم از پنجره یارا که منم، بگشای در خانه که باز آمدم، با سوز دل و سرود و ساز آمدم. یک بار دیگر به کودکی سر زدم، سنگی به کف و به خانه ام در زدم. آن روز که دیدمش به یادم مانده است، انگار همین لحظه به گوشم خوانده است. از عشق به یادگار شبها مان بود، از بوسه نیمه شب که سودا مان در می زند، انگار که خورشید دمید. برخیز که خواب از دل و دیده پرید. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه ششم اسفند ماه 24 فوریه، به شما سلام. البته امروز میدونید، دیروزم گفتم بهتون، مهمان عزیزم، دوست قدیم و ندیمم دکتر ماشاءالله آجدانی، ادیب و مورخ و محقق با ماست. ولی قبل از اون دو چیز کوچک میخوام براتون بگم. یکی این که جناب آقای سلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل، در انگوش کشیدن به روی متهمان کشتن تروریست سرشناس قاسم سلیمانی، دولت‌های قطر، کویت و یه اشاراتی هم به عراق داره و عربستان رو در قتل قاسم سلیمانی سهیم میدونن. حالا داستانی هم بافته، تیاره که بلند شد اون گره به این گفت که امریکایی ها نمیدونستن. پدر من، برادر من، داداش من، امریکایی ها رنگ زیر شلواری آقا را میدونن. چند نوبت در روز عوض میکنه جوراباش، کی در میاره بعید حقانیان جوراب جدید پاشون میکنه، همه رو دارن تماشا میکنن. شما دیگه راجع به این حرف ها لطفا حرف نزنید. اگه قطر جنایت کنه با این دست داشته، چرا پس اینقدر قطر قطر میکنی؟ برادران قطری چرا گدایی میکنی ازشون؟ چرا براشون زمین میذاری که مسابقه فوتبال برگزار کنن در مسابقات جام جهانی 2022؟ آخه بس کنید. بعد اگه کویت بده، چرا اینقدر پا میشی میری اونجا؟ آقای عراقچی رفت، آقای ظریف میرن، اینقدر دست و بال میبوسید. آخه این چیه داستان شما؟ سر تا پاتون دروغ و فریب. این یه حکایت. یه حکایت هم صحبت راجبش نمی کنم، فقط تصویری بهتون نشون میدم. ببینید بیت المال ما در کجا خرج میشه، چه کسانی خرجش میکنن و برای چه کارهایی. فقط تصویر رو نگاه کنید. بله، اسی جان رو که حتما شناختید و اون خانم دوست دختر اسرائیلیشون هم همینجور. اونم که میخواد پنهان کنه، پنهان شدنی نیست. من جامعه کی توانم پنهان کنم؟ نمیشه. دکتر آجدانی عزیزم، درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان و شنوندگان برنامه‌های تلویزیون ایران فردا. به خصوص برنامه خوب دکتر آجودانی. بسیار جالب. عزیزم، دکتر عزیزم، حالا خیلی حرف داریم حالا بزنیم. ولی در این روزها سال روز جریان جنگل شریک بازی که در اون سال شد، سیاه کلو. خب خودت هم اهل شمالی و اون خطه رو خوب میشناسی. اولا به من بگو برداشتت راجع به این کار در اون زمان چه بود؟ چون آدم نگاه میکنه درست تقارن داره این کار با برنامه‌ای که شاه برای رفرم و اصلاحات داشت و اصلاحات ارضی و بعد برنامه کارگران در سود کارخانه ها و برنامه سپاه دانش و بهداشت و غیره. این اتفاق که افتاد فضای کشور رو عوض کرد. دلم میخواد نگاه تو راجع به این قضیه و اصولا چریک بازی و تفنگ برداشتن بگی. آیا ضرورت داشت؟ ببین، من البته ترجیح بیادم که راجع به این مسائل صحبت نکنم، بلکه واقعا مورد علاقه من نیست اینجور مباحث. منتها یه نکته رو بگم، در اون دوره‌ای که این اتفاق میفته، چهره قهرمانی این اتفاق نسل جوان رو جذب میکنه. یعنی بعد از سالها تو اینا فراموش نکنیم در ایران دیگه حزب توده‌ای در کار نیست، فعالیت سیاسی وجود نداره، همه راه ها بسته است. اینا واقعیت های تاریخه. هر کی میخواد این واقعیت ها رو نادیده بگیره در واقع داره با نه خطای جدیه، اشتباه جدیه. خب در اون شرایط بسته ای که شما همه چیزو بستی و راه رو برای گفتگوی سیاسی در درون جامعه ایران باز نذاشتی، نسل جدید بلند میشه و جانش کف دست میگیره. فراموش نکنید عباس مفتاحی در دادگاه چیزی که روزنامه ازش نقل کرده، اون همونطوره کیهان احتمال قوی گفته بود اگر بله گفته بود عباس مفتاحی گفته بود اگر ریختن خون ما باعث آگاهی مردم میشه، پس بگذارید از خون ما رودخانه ها جاری شود. خب اگر از من میپرسید در اون شرایط چی بود، به اعتقاد من در اون شرایط به جهت بسته بودن فضای سیاسی، این حرکت یه حرکت قهرمانانه تلقی شد و به همین جهت هم پشتیبانی بسیاری از نیروهای طبقه متوسط ایران و بیشتر دانشجویی رو چکار کرد، به دست آورد. اما اینکه آیا یک چنین کاری صحیح بود یا نبود، من هم معتقدم که این کار صحیح نبود. دلایل مختلفی داره که صحیح نبود. یعنی کار چریکی کردن، حمله بردن به نمیدونم از این حرفا که ما اینجا از روستاها حمله میکنیم و شهرها رو میگیریم، نمیدونم شما چی رو میخواستیم بگیریم و چی کار میخواستیم بکنیم. مثلا شما میخواستیم اصلاحات ارضی بکنیم، اصلاحات ارضی شده بود. شما هر کاری که میخواستیم بکنیم، یعنی این نابهنگامی این واقعیت در تاریخ اون دوره خیلی مسئله برانگیز. البته ما امروز وقتی به این ماجراها نگاه میکنیم، از پس تاریخ نگاه میکنیم، فاصله گذشته، زمان گذشته، از اینجا که نگاه میکنیم میبینیم خب بله، این شیوه برخورد که این حرف که اصلا بذارید از خون ما رودخانه ها، چرا از خون انسان رودخانه ها جاری میشه و چه آگاهی شما میخواستید بدید؟ سر تا سر جریان چریکی ایران در واقع به لحاظ نظری حاصل دو جزوه است، یه جزوه مسعود احمدزاده و یه جزوه امیر پرویز پویان. البته خب دیگرانی هم یه چیزایی نوشتن کنارش، یا بیژن جزنی از داخل زندان مسعود. ولی اون دوتا جزوه در حقیقت یک سمت و سویی به جنبش نظری ایران داد که این جنبش بیشتر در جستجوی عمل باشه و با کار قهرمانانه نظر دیگران جلب بکنه. البته تو این کار موفق بود.
و بتونه به قول خودشون این سکوت گورستان رو بشکنن و این ترس بریزه به مردم فعالیت سیاسی بکنن. خب همونجا باید میپرسید این فعالیت سیاسی هدفش چیه؟ منظورش چیه؟ اینه که امروز خب طبیعی که من با این ماجراهایی که از سر گذشت وقتی نگاه بکنم بگم که این کار اشتباه بود، به نفع ملت ایران نبود و متاسفانه تضعیف حکومت پهلوی به نفع حکومت روحانیون تموم شد. یعنی این واقعیتی که ما امروز در تاریخ میبینیم. کاملا درسته. اما اینجا من یه نکته ای رو بگم که خیلی مهمه و با دوستم دکتر گوئل کوهن هم اختلاف نظر داشتم. اینجا چند بار همین صحبت که شد، بحثی که در جمهوری اسلامی رو انداختن که اینا تروریستن، این نکته که میگم با این نکته این بحث رو تمام میکنم. این بحث بسیار بحث انحرافیه، برای اینکه تروریسم در بستر فرهنگ غربی معنا داره. تروریست کوره، یعنی آدم میکشه برای ترسوندن مردم، ارعاب مردم که منافع گروهی به سازمانی خودش چیکار کنه پیش ببره. این جریان به این معنا تروریست نبود، اگرچه در عمل ترور کرد. دقت کن چی میگه؟ اگرچه در عمل دست به کشتن فلان بانکدار زد یا فلان پاسبان زد یا بدی، اما بستن این که اینا تروریست بودن با تمام مفاهیمی که ما از تروریسم میشناسیم به لحاظ نظری اختلاف داره. اینا تروریست نبودن، اینا آدم های خیلی در پاره موارد حتی به جرأت میتونم بگم وطن پرست، صادق و صمیمی بودن که فکر میکردن با دادن جان خودشون ملت خودشون رو سربلند میکنن و رویاهای آزادی طلبانه و مساوات طلبانه ای که از عدالت اجتماعی داشتن از این طریق میتونن چیکار کنن در ایران پایریزی بکنه. خب این اشتباه بود. حتی بیژن جزنی در زندان متوجه این مسائل شد و مسائل و نظریاتی رو مطرح کرد که در واقع نقد همین بحث فقط چریکی و سازمان سیاسی اینا بود و بیشتر به کارهای سیاسی اهمیت. اما دکتر اجازه بده من دو تا نکته رو بگم چون دور میشه. یه نکته اینه که مهندس بازرگان اگه یاد باشه تو جریانی که دستگیر شدن آخرین بار و تو دادگاه بود اونجا برگشت گفت ما آخرین گروهی هستیم، آخرین نسلی هستیم که اینجا ما آخرین میشیم. یعنی میخوام بگم این صحبتش. نکته دوم اینه که این دوستانی که به عنوان چریک اومدن بیرون بعضن به فلسطین رفته بودن، بعدها من در جریان برخوردهایی با رفتار روحی اینا آشنا شدم. زمانی که شاه نیرو فرستاد به مسقط برای اینکه جلو کمونیست‌ها رو بگیره، اینا اعلامیه شدید علیهش دادن بیرون. جالبتر از این، بازماندگان اینا قرارداد ایران و الجزایر رو محکوم کردن، یعنی گفتن این به ضرر عراقه و ایران داره عراق رو تحت استثمار قرار میده. بنابراین میخوام بگم اون روحیه میهندوستی که من و شما باش آشنا هستیم و بهش مؤمنانه معتقدیم در اینا وجود نداره. جهانبینی مارکسیستی جلوشو گرفته بود و اون گروه دیگه هم جهانبینی اسلامی. ما رفیق خودمون، رفیق من و شما خسرو گلسرخی رو نیم توی دادگاه میگه من یک مارکسیستم، بعد جمله امام حسین هم غلطی میخونه و میگه من پیرو این مکتبم. میخوام بگم این قاطی شدن ها این همه باعث شده بود. حرف اصلی شما درسته که متاسفانه چون مجال گفتگو بسته شده بود طبیعتاً آدم ها به اکستریم میپرد و میرن دنبال اون، اما راه وجود داشت برای اینکه آرزوهاشون تحقق پیدا کنه بده که کشته بشن. چند نفر از بهترین بچه های دانشگاه صنعتی، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر و پلی‌تکنیک کشته شدن بیدلیل. دانشگاه تهران من دکتر نویزاده باید میدونی که من این چیزها رو میدونم دیگه. ما از همون بله معلومه. نه من برای مردم ولی ببین اینا اصلا شما میتونیم بگین که اینی که بگی اینا وطن پرست نبودن یا ایران دوست نبودن یا مادرزاده خائن بودن، من هرگز قبول ندارم. نه نسلشون رو من دیدم، آدم های بسیار شریف بودن و میخواستن برای این مملکت یه کاری بکنن. منتها
بنیاد فکرشون اصلا غلط بود. اینا چیزهایی رو برای جامعه ایران می ساختن که با صد مسئله به جامعه ایران مربوط نبود. سوسیالیسمی که اینها به عنوان دنیای آرمانی خودشون در جستجوش بودن که در ایران پیاده بکنن، خب این فکرها اساسش غلط بود، یعنی بنیادش غلط. شما میتونید از این زاویه نگاه کنید که این نحوه تفکر با ساختار و پیشرفت‌های اجتماعی ایران جور در نمی اومد. مملکتی که در اونجا بالاخره اصلاحات ارضی انجام گرفت، انواع اقسام تحولات در ایران ایجاد شد. یعنی شما هنوز که هنوزه من فکر میکنم که جریان‌های سیاسی اینا باید بر سر این مسائل بیندیشن. ماجرای سپاه دانش در ایران کار کوچیکی نبود، سپاه بهداشت کار کوچیکی نبود. اما امروز اگر ما بخوایم اون شرایط اجتماعی رو که باعث میشد این فکرها رواج پیدا بکنه اگر نبینیم، یک جانب نبری کردیم، نگاه ما یک جانب بود. من در همین گفتم، خودم از بازرگان نقل کردی، اون حرفش سنده. در واقع شما وقتی تمام راه ها رو میبندی، خب دو تا کتاب میخواییم بخونیم، دو تا کتاب صمد بهرنگی جوانهای مردم مینداختن تو زندان، اینا رو فراموش نکنیم. ببینید تاریخ یه چیزی که اگر ما منصفانه مطرحش بکنیم، به واقع بینانه مطرحش بکنیم، منظورم از منصفانه به واقع بینانه اینی که جانبداری بی خودی نکنیم، خود روایت های تاریخی مشکلات تاریخی ما رو نشون میدن. خود جریان های چریکی اصلا نابهنگام در ایران، اصلا ما احتیاج به این چیزا نداشتیم، احتیاج به این مسائل نداشتیم. اگر راه بازتر بود، اگر فضا بازتر بود، میشد از راه های سیاسی، از راه های دیگه تو مملکت چیکار کرد؟ کار. حالا من نمیدونم امروز وقتی که ما این کارنامه رو بررسی میکنیم، باید این انصاف رو در داوری داشته باشیم که اونها رو در اون شرایط تاریخی ببینیم و حتی امروز اگر با قاطعیت بگیم که اونها اشتباه کردن، باز باید بفهمیم که چه چیزی باعث این اشتباه شد. بله. چرا چنین اشتباهی صورت گرفت؟ این فقط نمیتونه پای چهار تا چریک در اون دوره نوشته بشه یا سازمان‌های چریکی. اساس کارشون من دارم میگم اشتباه بود، ولی اینکه چرا چنین اشتباهی در اون جامعه انجام میگیره دلایل مختلفی داره. باید جاهای دیگه مسائل اجتماعی اون دوره چی بشه مورد بحث و نظر قرار. متاسفانه ببینی همین جریان سیاسی که شما بحثشونی پیش آوردی، اینا هیچ از تاریخ و فرهنگ مملکت ما خبر نداشتن. این جای تعجب و شگفت انگیز. آقای بیژن جزنی در زندان قم به احتمال قوی وقتی که اون تاریخ 30 ساله رو می‌نویسه یا یه چیزی در مورد مارکسیسم اصلاحی می‌نویسه، در یه پاراگراف که شاید 5 سطر باشه، من الان دقیقا خاطرم نیست، اگر اینجا بود براتون میکنم، میگه که اگر تنها کسی که شانس اینو داشته باشه که یه انقلاب ملی در ایران انجام بده و رهبریش رو به دست بگیره آقای خمینیه. بله. اگر چنین چیزیه، اگر شما به عنوان یه مارکسیست به این نتیجه رسیدید، پس چرا تو زندان موندی؟ اگر قراره که انقلاب ملی تو رو باید آقای خمینی رهبریش رو دست بگیره، البته اون میگه آقای خمینی به دلیل شهامتی که داره، به دلیل رادیکال بودن اینا میتونه رفت در یه پاراگراف، ولی یه جزوه 20 صفحه‌ای راجع به این موضوع نمی نویسن. و اگر دقت بکنید این جریان چریکی مثل جریان های دیگه سیاسی حاصل بدفهمی های تاریخی ما، عذر میخوام که این کلمه رو کار میبرم، ناگزیرم، ناچارم، در پاره موارد حاصل نفهمی های تاریخی ایران بوده و نمیشناختن، یعنی مملکت ما رو نمیشناختن که ما از دوره قاجار به کجا رسیدیم. درک مغلوطی از جریان های چپ در ایران علیه حکومت پهلوی، علیه رضا شاه ایجاد شده بود. به این کسانی که این حرفا رو زدن، به این توهم رو ایجاد کردن و شرایط برای این کارهای چریکی فراهم کردن، اینها نقش‌های اساسی داشتن. من الان یه نمونه رو میگم به خاطر اینکه ما یک طرفه قضاوت نکنیم. ببینید در 1355 نشریه مردم و
مجله مردم که حزب توده منتشر میکنه، درش یه مطلبی میاد که من دفعه اول که خوندم شگفت زده شدم. و اون اینه که در اون روزنامه در سال 1350 آقایف مورخ روسی و مورخ کمونیست مارکسیست و متعلق به حزب کمونیست شوروی میاد در انگلیس و در پابلیک ریکورد آفیس انگلیس 4 سال در مورد رضا شاه تحقیق میکنه. ببین اون موقعی که این کار میکنه هنوز سیروس غنی نیومده بود که کار بعد انجام بده. بعد اون وقت اون اونجا در اون کار نتیجه میگیره که حکومت رضا شاه نه تنها هیچ نوع دست نشاندگی و وابستگی اساسی به حکومت انگلیس نداشت یا به هیچ حکومت خارجی نداشت، بلکه او قهرمانه، او یا آدم ملیه و ناسیونالیسم ایرانی رو چیکار میکنه؟ نمایندگی میکنه. خب توده‌ای ها این کتاب این آقا رو که حاصل 4 سال تحقیق در لندن میخونن، ولی تو مجله دنیا بهش فوش میدن، میگن تو میگن البته میارن این انصاف دارن که حرفای اینو میارن چون مجبور بودن فکر کنن میارن که آره این میگه که رضا شاه ناسیونالیست بود و وطن‌پرست بود در خدمت ایران بود اینجوری بود ولی ما که تو داخل اون مملکت بودیم ما میدونیم که این خبرها نبوده و انگلیسی ها که وقتی اینه میبرن میگه خودمون آوردیم استنادشون به این حرف هاست و مثل موش هم توشه گرفتیم آوردیم بیرون. خب این برخورد چپ ایران با یک تحقیق اساسی که یک مارکسیست در شوروی انجام میده. اما شما میبینید که ساواک دوره شاه، وزارت امور خارجه دوره شاه، هیچ کدوم اینا خبر ندارن یه همچه کتاب مهمی به نفع حکومت پهلوی در شوروی نوشته شده که اونا ترجمه بکنن به زبان فارسی. البته اگرم ترجمه میکردن معلوم نبود که درست بفهمند یا نه. منظور من اینه که بیخبری بیداد میکرد چه در درون چپ و حتی جایی هم که اتفاق میفته مفردی وجود نداره برای طرح شدن. شما وقتی مفردی وجود نداره دیگه نمیدونم باید در اون مرد این قضایی ها رو ببینیم. دکتر این کاملا حرف شما درسته، در اون زمان آگاهی نبوده، ندیدن. حالا که آقایف رو خوندن، حالا که سیروس غنی کتابش اومده بیرون، آقای دیگرانی که کتاب نوشتن و درباره رضا شاه عادلانه‌ام نوشتن و خاطراتی که در اومد مال آقای بهبودی و دیگر، حالا امروز طرف فرشته برای من ایمیل کرده، ای خائن از رضا شاه قلدر حمایت میکنی و اون وقت میگی ارانی خودش مرد، برو توبه کن آخر عمری تو. حالا هنوزم ما گرفتار این مسائلیم. سوم اسفند میاد، من کمتر دیدم جایی که تحلیل شفاف از رضا شاه شخصیتش کودتای سوم هود انجام بشه. متاسفانه آقای دکتر آجودانی این نفرتی که از پهلوی ها در دل بعضی از این چپای ما هست انقدر وسیعه که شما اگر تمام تواریخ دنیا رو با بعد علمی و اسناد وزارت خارجه انگلیس و آمریکا رو بیارید اینا پاشون توی کف نه رضا خان اونا آوردن. اگه قرار بود رضا خان رو بیارن اونو یه هفته صبر میکردن نصرت دوله برسه چون باش قرارم گذاشته بودن توی لندن. بنابراین رضا شاه خودشو به اونا تحمیل کرد. این نیست که اونو بردن. امروز تمام اسناد نشون میده که رضا شاه آدم مستقلی بود، از درون تحولات فرهنگ سیاسی ایران اومد، نه نوکر انگلیس بود نه نوکر خارجی، و ملت ایران هم باید قدردانش باشه و تمام جریان های سیاسی هم باید یک روز این شرف و شهامت و مهمتر از همه این آگاهی رو پیدا کنن که بیان بر اساس اسناد قضاوت بکنن بگن اشتباه کردیم، ما
تصویر نادرستی به مردم دادیم، عذرخواهی بکنن از اون چیزهایی که در مورد رضا شاه نوشتن. من چند بار در همین گفتگوهای با خودت تو همین برنامه از تعبیری به کار گرفتم به اسم خرد تاریخ. خرد تاریخ از نظر من اینه که شما یک کتاب مستدل در مورد یه موضوعی نمی‌نویسید، بلکه یک کتاب می‌نویسید مثلا راجع به اقتصاد ایران، تو فلان صفحه دو صفحه فوش می‌دی به رضا شاه که این نوکر انگلیس بوده بدون سند و مدرک، یا تو فلان مقاله این کاری می‌کنی همه یه جاهای دیگه، ولی یه حرفایی می‌زنید که در واقع در پس پشت ذهن دیگران اثر میذاره که رضا شاه یا آدم خائن بوده یا آدم وطن فروش. آخو چه وطنی رو میخواست بفروشه بیچاره رضا شاه؟ یعنی من کاری ندارم، منظور من اینه که اینها جهله. الان هم سازمان های سیاسی که هنوز بیان بشینن بگن که در مورد رضا شاه قضاوت نادلانه کنن، اینها مسئله نادانیه، جهله. ما هم در نظر بگیریم جریان فکری به تاریخ نگاری ایران هم کارش درست انجام نداد. رفیق من کدوم مورخ در ایران اومدن در سطح سر حکومت پهلوی؟ خود حکومت پهلوی که کار اساسی نکرد در معرفی رضا شاه و تاریخش، ولی دیگران که در دانشگاه ها بودن، نسلی که ما شاگردشون بودیم، کدومشون اومدن تاریخ این دوره رو به صورت منصفانه چیکار کنن، بررسی بکنن؟ خب وقتی مسائل رو نگاه بکنیم میبینی مشکلات از چند سویه دکتر نورزاده. مشکلات ما عمیق‌تر از این چیز هست. یعنی ما خودمون به عنوان جریان‌های فکری کار خودمون انجام ندادیم، تلاش نکردیم. ببینی همین کتاب سیروس غنی وقتی که انگلیسیش در اومده بود، الان دوست ما کامشاد امیدوارم سالها اون رو کنه به زنده باشه، هنوز هست و سلامته و امیدوارم این حرفها رو بشنه. من کتاب متن انگلیسی سیروس غنی رو که خوندم به زنگ زدم. بهش گفتم که شما کار بزرگی رو انجام دادید. دلیلش اینه، این به این چیزا. ولی شما کار آقایف دیدید؟ گفت نه آقای آجاز. گفتم آقایف شاید 80% اسنادی که شما خوندین اونم خوند و همه اینا رو آورد به یه چنین کتابی رو نوشت. گفت من خیلی متاسفم برای اینکه روسی نمیدونستم و اصلا دفعه اولم که دارم میشنوم. گفتم ولی من اینو گفتم به خاطر اینکه شما بدونی اگه یه جایی بهتون ایراد گرفتن شما واقعیت رو بگید که نمیدونستید، ولی اینو در نظر داشته باشید آقای غنی، کاری که شما کردید یه کار بنیادی و اساسی، کاری که مستنده و این باید مایه افتخار شما و خانواده غنی باشه که سیروس غنی یه همچین کاری کرد. اون وقت اونقدر خوشحال شد، گفت که you have made my day، اصلا روز من رو کار کرد. آره ببینید، ولی هنوز جامعه سیاسی ایران شما در نظر بگیرید، من اینه با صراحت و با روشنی میگم، کدوم سازمان سیاسی ایران اومد کتاب سیروس غنی رو بخونه به جواب واقعا بگه تو دروغ میگی، تو داری اشتباه میکنی. حکومت جمهوری اسلامی 42 سال بر سر کاره، یک سند علیه خانواده پهلوی نتونستن به دست بیارن. درسته، یک سند علیه رضا شاه اگر اینا می آوردن پوکس رسواییشو بر سر عالم میزدن. نه، خود جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اگر یک چهره سیاسی وطن پرست ملی که تمام لحظات زندگیش دنبال منافع ملی ایران بوده رضا شاه بوده. اینا دیگه تعارف نداره امروز. و من گفتن من اگر 100 بارم این مساله بخوام تکرار بکنم ابایی ندارم، ولی امروزم دعوت میکنم، امروزم وظیفه همین سازمانهای سیاسی که کتاب سیروس غنی رو بخونه و اگر حرفی دارن اون وقت با سند و مدرک بیان بگه آه اینجوری نیست که شما میگید، مثلا اونجوری بوده. که من مطمئنم اینچه که من دیدم خوندم شناختم، من مطمئنم که هیچ سند و مدرکی نخواهند داشت، اگر بود تا حالا باید همه جا پیدا شده باشه. دکتر اجازه بدید،
بفرمایید شما بفرمایید. نه عرض کردم ما ناچاریم یه درنگ کوتاهی بکنیم. بله. قبل از اینکه این درنگ رو بکنید بگم واقعا این یه بحث مهمیه که امیدوارم یه جای دیگه دقیق‌تر بشه. ولی میگم اول شما زیاد استقبال نکردی ولی به مرور دیدی که خودت چقدر حرف داشتی. بله استقبال نکردم برای اینکه من آدم سختگیری هم یه مقدار رفیقم خود میدونی. خب درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگیم شهریار قنبری میدونه خودش من خیلی دوستش دارم، هم کلاسی بودیم با همون سالها زندگی کرد، یه دو سالی هم در خدمتش اینجا بودیم در ایران فردا. من یه ترانه‌شو خیلی دوست دارم، درودی بهش میفرستم، یادت هستیم شهریار جان، و این ترانه رو با هم گوش میکنم. خب با درود دوباره و بسیار دلپذیر ترانه شهریار که هم خودش نوشته بود هم خودش خواند. خب دکتر آجدانی اجازه بدید من چند تا نکته هایی که یادداشت کردم ضمن صحبت شما عنوان کنم. سختگیرم با من نباشه، من قصدم اینه جمع عمومی که گوش میکنن برای اونا هم یه وقت توضیحات اضافیه لازمه، ولی اشکال نداره شما به سعی صدر خودت بپذیر و اینها رو توضیح بده. حضور دست کنم رضا شاه در واقع مشروطیت ما چند آرزو داشته که خودت اشاره کردی دقیقا بهش رو خیلی، وحدت ملی و زیربنا و همینجوری میریم جلو، و مسئله دموکراسی هم حداقل شرایط ظاهرش رو رضا شاه حفظ کرد، تا آخرین روزش مجلس دایر بود. حالا اینطوری هم که می نویسن معمولا در یه حوزه از استاندار و فرماندار اینا می‌خواستن افراد خوشنام رو معرفی کنن، وقت از توی اونا یه عده انتخاب می شدن، حالا به نوعی در اون زمان از شورای نگهبان ما خیلی بهتر. تو این حفظ میشه، یعنی پارلمان هست، رضا شاه با پارلمان شاه میشه، بعدم که میره این پارلمان ادامه داره، پسرش میاد مرحوم فروغی میارتش، پس این ترکیب ظاهر دموکراسی حفظ میشه. و بعد یه چیزی که رضا شاه اصرار داشته و من در ماجرای 53 نفر خیلی روش تکیه میکنم اینی که آقای صدر اشرف میگه آقا اینا رو در دادگاه نظامی محاکمه کنی، و رضا شاه میگه نه اونجا حکم اعدامشون رو میده. و شما وقتی خاطرات 53 نفر رو بررسی میکنید، حالا عربی دیگران همش، مشاهده میکنید که محاکمه اینا چجوری صورت گرفت، یعنی حتی در دادگاه اینا دفاعیاتشون رو میدید، وکلای تسخیریشون بعضن آدم های بسیار برجسته ای هستن که بعدن هم در دستگاه قضایی ما جایگاه میگن. بنابراین میخوام فقط اینو نظر شما رو بگیرم که رضا شاه اون دیکتاتوری به اون معنایی نبود که آدم تصور مثلا از هیتلر داره یا از موسولینی داره، به معنای دیگه به یه مبانی اعتقاد داشت، منتها این که مملکت از اون فقر و بدبختی و مصیبت نجات بده اولویت اول بود براش که اون رجل رو، به همین دلیل پسرش وقتی میاد حداقل 12 سال به مبانی مشروطه وفادار میده. آره ولی از این بحث ها چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ اگر نتیجه اینه سوم اسفند دکتر، سوم اسفند ما در یه جا باید این حقیقت رو روشن کنیم، رژیم جمهوری اسلامی قبر رضا شاه رو خراب میکنه، ولی 40 سال بعد مردم میگن رضا شاه روحت شاد جلوی مسجد گوهر شاد. منظورم اینه یک آدم، من به مردم آفرین میگم، من به مردم آفرین میگم، ولی فراموش نکنیم ما وقتی که صحبت تاریخ میکنیم، یعنی این اساس نقد اینه، اگر من یه مطلب بنویسم بگم آقای نوریزاده، دکتر نوریزاده این سخنی رو که گفت اینجا اشتباه کرد، این به نظر من نقد نیست، شما ایرادی رو گرفتید. نقد اینه که نشون بدم چرا این اشتباه رو انجام داد، چه چیزی باعث شد چنین اشتباهی چکار کنه صورت بگیره. اگر با من اینجا همدلی بکنی که مفهوم نقد اینه، اون وقت ما باید حکومت رضا شاه و حکومت محمد رضا شاه رو با دید انتقادی نگاه کنیم. درسته، فرقی نکنه. از نظر من حکومت
اینو گفتم، بارها گفتم، برای اینکه عقیده منه، نظر منه، و این نظریه که من بر اثر و اساس سالها تحقیق و تتبع بهش رسیدم. نظری نیست که از آسمان به دست آورده باشم، نه، بر اساس اسناد. ببینین این چه که میگم، در دوره رضا شاه آزاده های مدنی در ایران آغاز میشه. ما بنیاد آزادی های مدنی رو شروع میکنیم داشتن. یک از آزادی های مدنی اینه که آقا شما ثبت اسناد که داری، خونه ای که داری ثبت میشه، سندش دست شماست، به اسم شماست، کسی نمیتونه از تو بگیره، تجاوز بکنه، تو خانواده تونم میمون. ولی شما قبلا این ثبت اسناد نداشتی. این آزادی های مدنی رو و میدونی روحانیون با ثبت اسناد مخالفت، با سجل احوال مخالفت میکنن، برای که اینها با بنیادهای مدنی مخالفت داشتن. حکومت پهلوی مدنیت ساز بود. ما در دوره پهلوی اول و در بیشتر در دوره پهلوی دوم بیشتر آزادیهای مدنی داشتیم. یعنی اگر مسئله آزادی انسان باشه در ساحت زندگی، ما این آزادی رو در حکومت پهلوی یاد داشتیم. کسی رو در حکومت پهلوی به خاطر داشتن عقاید مذهبی از دانشگاه بیرون نمی کردن، یا به خاطر داشتن فلان مذهب جلوی کارش و شغلش نمی گرفتن، بیزنسش نمی بستن، مغازش نمی بستن، خانوادش در به در نمی کردن. اینا دستاوردهای مهم یک جامعه هست که این دستاوردهای مهم مدنی رو ما در حکومت پهلوی حاصل کردیم. یعنی به این ترتیب که میگم، اگر نگاه بکنی با پهلوی اول، ما بسیاری از اساس زندگی جدید رو به صورت مدون در ایران انجام دیم. حسن پسر نقی، پسر حسین، نمیدونیم کیه، ولی بعد شناسنامه میاد، شما معلومین که ایرانی هستید. اگه جای دیگه بخواید برید اسمتون اینه، اسم پدرتون، اسم مادرتون، تاریخ تولدتون اینه، بعدم وقتی میمیره توش مینویسه در چه سالی فوت شده. همه اینها یعنی ورود ما به جامعه مدنی و مدنیت. آزادی های اجتماعی در دوره پهلوی اول و در دوره پهلوی دوم به شکل فزونتری در ایران وجود داشت. ببینید مسجد هم بود، کنارش میخونه هم بود، هر کی میخواست میره مسجد، میخواست میره میخونه. شما تو زندگی اجتماعی مدارسی که در ایران بود، نخستین بار این امکانات میاره با تحصیل رایگان که بچه های مردم ایران درس بخونن، تحصیل بکنن. خب اینا چیه؟ اینا هنوزم که هنوزه تو این حکومت جمهوری اسلامی هنوز حضور داره، به خاطر اینکه با حکومت پهلوی این چیزا ساخته شده در جامعه ما. من یک بارم گفتم در دوره طالبان در افغانستان، شما اگر آزادی زنان رو در ایران با زنان افغانستان مقایسه میکردید، اون وقت میفهمیدید که چه اتفاقی در تاریخ ما افتاد که زنان ایران چه آزادی های مدنی رو به دست آوردن، به تا کجا در جامعه ایران تونستن از همین آزادی های مدنی استفاده کنن. اما متاسفانه مشارکت سیاسی وجود نداشت. اینجا گفتم چشم اسفندیار حکومت‌های پهلوی بوده و اینا رو باید بپذیریم. نمیتونیم اینا رو بگیم بهشت بوده اینا، نه، مشارکت سیاسی وجود نداشت. شما رو به خاطر خوندن 4 تا کتاب هم ممکن بود بگیرن بدن زندان و هزار یک مسئله داشته باشه. اما کسی در داخل ایران برای زندگی کردن هیچ ممنوعیتی نداشت. کسی برای ما تصمیم نگه چه موسیقی رو گوش بکنیم، چجور کتابی رو باید بخونیم، چجور لبا. اینا بنیاد آزادی های اساسی جوامع بشری. ما اینا رو با حکومت های پهلوی تجربه کردیم. ببخشید دکتر من، ببین عزیزم، من این نکته رو همیشه میگم، خود من مخالف شاه بودم، راحت همینجوری میگم مثل همه جوانای ما اون زمان، ولی الان که میشینم با تعقل و تأمل میبینم شاه تا سال 32 علارغم همه
مسخره کردنش، بی‌اعتنایی، اون مطالبی که تو روزنامه چاپ میشد بعضیا واقعا خجالت آور، تو انگلیس چاپ نمیشه، تحمل کرد اومد جلو. به نظر من 28 مرداد برای شاه یه ضربه سنگینی بود. اون دشمن مصدق نبود، خیلی هم مصدق رو دوست داشت. چند روز پیش ما یه فیلم میدادیم، شاه و ملکه ثریا از بیمارستان دارن میان بیرون، دکتر مصدق میره جلو دست ملکه رو میبوسه، به شاه دست میده، بعد در کنار علا، در کنار تقی‌زاده. حالا منظورم اینه، این اتفاق که افتاد، حالا هر دست خارجی توش نقش داشت که من نقش انگلیس‌ها رو بسیار اساسی میدونم، شاه در حصار برده شد. به قول محسن خاتمی رفیقمون، در واقع کودتای انگلیس‌ها بود علیه شاه. اون کودتا شاه و مصدق دو قربانیش بودن، شاه رو دور کردن. شاه با هلیکوپتر رفت و اومد، در حالی که من بچه بودم تو بالکن محضر پدرم خیابون شاه، شاه با ماشین کورسی میمد رد میشد. حالا غرضم اینه، آیا فکر نمی کنید یه مقدار رفتار گروه های مقابل، ملیون، چپا، اینا باعث شد شاه کشیده بشه به اون نقطه که دیگه تحمل نداشت؟ یا بعد این اختیارات لامحدود ساواک یا عاملی شد که خود شاه هم خیلی لط بزن؟ حالا من یه سوال ازت بگم، اصلا چرا شاه باید این همه اختیار میداشت؟ چرا؟ اگر حکومت اجازه بده، اگر حکومت مشروطه بود، چرا باید در همه امور مداخله میکرد و نظر میداشت؟ تا سال سیوده نمیکرد؟ نه، همینه که الان ببین، نه نگو نمیکرد. ببینین من دارم اینو میگم، توجیه نکنیم از حکومت‌های فردی و نقش فردی. اگر همه اینا رو به پای شاه بخواید بنویسید که این بوده که چنین کارهایی کرده، چنین قدرت‌هایی داشته، همه جا اینو کرده، اونو کرده، اون وقت تمام مسئولیت هم باید پای اون بنویسید. شما این بر این برخورد من نمی‌پذیرید. ببینید، این کودتای 28 مرداد یک کودتایی بود و برخلاف اون چیزی که میگی بیشتر آمریکایی بود. اگر آمریکایی‌ها موافقت نکرده بودند با انگلیسی‌ها، این کودتا انجام نمی‌گیره. موقعی انجام می‌گیره که آمریکایی‌ها موافقت می‌کنند. حالا این کودتا در ایران انجام گرفت. مشکل چی بود؟ مشکل این بود، این کودتا چشم وجدان روشنفکری ایران رو بست. دیگر روشنفکری ایران دل صاف نکرد با حکومت پهلوی. در حالی که بعد از همین کودتایی که من دارم میگم، ایران تحولات شگفت انگیزی کرد. اگر نگاه بکنیم بعد کودتای 28 مرداد ایران پیش رفت، تاریخ ما متوقف نشد در اون سال، در اون سال کودتا ایران پیش رفت، تحولات بسیاری کرد، پیشرفت‌های بسیاری کرد، ولی این کینه تاریخی نذاشت که جریان‌های سیاسی ایران واقعیت این تحولات ببینن. حکومت رشد درخشان اقتصادی در ایران عصر پهلوی رو ببینن، رشاه رو ببینن. چرا؟ چرا نمیتونستن ببینن؟ برای اینکه اون کینه بود، دشمنی که از اون ضربه‌ای که خورده بودن بر سر کودتای 28 مرداد باشون بود. بعد از اون دیگه سیاست همون مشکلی بود که چریکا پیدا شده. بعد از اون، بعد 28 مرداد دیگه سیاست به جایی بود که ایران تبدیل میکنه به زندان سیاسی بزرگ، از نظر فکری، از نظر فعالیت. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش هم یه عده جوان بلند میشن، اسلحه دست میگیرن، میگن از خون ما بذارید خونه ها جاری بشه. من برابر این میخوام بگم، دیدن این قضایا رو ما نمیتونیم، باید سهم هر کی رو در اشتباه تاریخی ما نشون داد. باید اینو دید که خوندن دو تا کتاب از صمد بهرنگی نباید تاوانش یک سال زندان باشه یا سه ماه زندان باشه یا چهار ماه زندان باشه. چرا اصلا بعد اجازه بده، چرا اصلا یک نفر باید در تمام مسائل مملکت مداخله بکنه؟ حالا تو بگو بعد 28 مرداد شد، قبلش نه. من البته این حرف قبول ندارم، اون دوره قبلش که آزادی بوده، ولی مداخلات همیشه بوده. بحث من چیز دیگه یه، بحث من اینه که اگر شما یک نفر علامه رهرم بخواد تصمیم گیری مملکت باشه، نمیتونه مردم خوشبخت کنه، مردم به اساسی ببره. حالا
من باید موافقم. نه ببین آقای دکتر، من باید موافقم و تردیدی در این نیست که حکومت مشروطه پارلمانی خیلی حکومت به نفع ما و به درد بخور و برای ما خوب بوده. من منظورم اینه که اون روشن فکری که میگی چشمش رو میبنده دیگه، حالت کینه و قهر پیدا میکنه، همین در شاه هم ایجاد میشه. یعنی شاه میبینه سه دفعه خواستن بکشنش، میبینه عزلش میکنن، میبینه دکتر فاطمی میاد اون تیتر رو براش میزنه. خب میخوام بگم اونم یه آدمه تحت تاثیر رو میگیره. ببینید از اینجوری که شد به قول هموطنان آذربایجانی ما، آذربایجان ما بیلدیک بیل چوندر برو میبرن. پس ببینی اینجا نه نگاه کنی، پس تمام این امور به هم وابسته است. ما وقتی از حکومت پهلوی صحبت میکنیم، او یک مجموعه است از تناقضات، مشکلات و پیشرفت ها. و من اینو میگم، بعد از کودتا پیشرفت اقتصادی در ایران، گسترش شهرنشینی در ایران، جامعه مدنی در ایران، این شوخی نیست که شما تمام مملکتون درمانگاه داشته باشید، این شوخی نیست که شما همه جا مدرسه داشته باشید. اینا فکر کنن این کار آسونه، ساده است. نه، این چیزها به نحو احسن انجام گرفت، اما همون عدم مشارکت مردم در سرنوشت سیاسیشون، این چشم اسفندیاری بود که وقتی که یک تحولاتی در ایران انجام میگیره، تو اون تحولات مردم و در رأسشون روشنفکرانشون چشم بسته میرن دنبال روحانیون. اینجاست که من میگم حساب هر کی رو باید سر جای خودش نگه داشت. و اگر اشتباه کرد، اگر جریان چریکی که در اون دوره جوان بود، متوسط سنشون مثلا 30 سال بود دیگه، مثلا بیشتر که نبود که، نه اصلا جوان بودن دیگه، مثلا 25-6 سال 20 سال 18 سال 19 سال، اینا اگر اشتباه کردن، این شرایط اجتماعی در اون اشتباهشون نقش داشتن. باید ببینیم، فقط اگر بگیم اونا اشتباه کردن، اونا بعد اونا رو من میدونم بعد فهمیدن کارشون غلط بوده، بنیادش نگاهشون اصلا به نگاه مارکسیستی الان برای جامعه ایران در اون دوره اصلا امر پیشرفته. میتونست مارکسیسم به عنوان یک اپوزیسیون باشه، حرفش هم بزنه، تو جامعه جا داشته باشه. اما اینها رو اگر بخوایم بر سر اینها موزگیری های اجتماعی بکنیم به نفع این یا به نفع اون، به نفع هیچ کدوم ما نیست. ما باید تاریخ رو واقع بینانه بررسی بکنیم، واقع بینانه توضیح بدیم تا نسل های جوان ما، تا مردم ما ببینن که در قضاوتشون باید این عدالت رو داشته باشن، این داوری و انصاف رو در داوری داشته باشن. در انگلیس ها میگن آن بایس با قضیه برخورد کردن. بله آن بایس، بله با قضیه اما یه نکته هم یادم افتاد، خیلی جالبه که اشاره فرمودید به آقای جزنی. به جزنی البته یک اندیشه روشن فکری بازی داشت که در جاهای تجلی پیدا می کنم، مثل پویان یه فوق‌العاده است، یعنی یه معلم میشه اونجا. اما من اینا رو هیچ کدوم روشن فکر نمیشناسم. الان مثلا داری زیاد روی میکنی، یعنی الان آقای جلال آل احمد که برای ما خدا شده بود، من خود بنده یک کلمه راجب من مهرآمیز میگو آقا چه شعری داشتی تا صبح خوابم نمیرم. آقای آل احمد برمیگرده میگه اگه انقلابی در اینجا بشه خمینی میکنه، و شیخ فضل الله نوری رو شیخ شهید یاد میکنه. میخوام بگم جامعه روشنفکری ما معیوب بود. این معیوب بودن حزب توده و نفرت و کینه نسبت به شاه، این جامعه رو سوق داد تو بغل خمینی. حرف شما رو کاملا قبول نه نه ببین این حرف درسته که این کینه ورزی ها بود، این اینا بوده، ولی در همینجا چرا آل احمد اون اشتباه های فاحشو کرد؟ میدونین چرا؟ دلیل داره. من یه مقاله نوشتم، آل احمد متأثر، مصاحبه کردم آل احمد متأثر از آدمیت، برای اینکه این فریدون آدمیت وقتی راجع میرزا مرکم خان صحبت میکرد، کتاب نوشت، میگفت او معتقد بود که فقط تمدن غربی، هیچ چیز دیگه، هیچ تصرفی نباید بکنیم، تمدن غربی رو بادن. آقای آل احمد میاد میگه که میرزا ملکم خانها جاده صاف کنه امپریالیسم بودن،
و بعد بله. تو سرش میزنه میگه اگر میرزا ملکم خان ها رفته بودند با آخوندها ساخته بودند انقلاب مشروطه دوچار اون سرنوشت. اصلا نخونده میرزا ملکم خان رو که آقا میرزا ملکم خان صبح تا غروب دنبال آخوند بوده. از روزی که روزنامه قانون منتشر میکنه فقط میگه حکومت شرعی میخواد. بله. این جهل آل احمد و بنیادش نتیجه آدمیت فریدون آدمیت همون شد. ببین همینجوری تموم شد. اب نداره برای که من و شما حالا با هم حرف داریم خیلی نه حرف آره. داریم آره ولی ببین همینو میخوام بگم اگر اون اشتباه تاریخی آدمیت نبود آل احمد هم به اینجا کشیده نمیشد. این ادامه این بحث من بذارید حتما. من بعد از حرفای شما بگم. رفتم دوباره آدمیت رو خوندم و رسیدم به نتیجه گیری شما. ممنونم دکتر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همه رو برافراشته بود. به اتفاق دوست نازنین مورخ استاد و محقق سرشناس وطنم دکتر ماشالله آجدانی، تا دیدار بعدی در پناه خداوند عاشق.